سلام سلام به همه ایران دوستان، به همه شما ایرانی ها، به همه شما بیننده های وفادار برنامه مختلف پرشنی باز. سلام میکنم به همه اونهایی که عشق وطن، عشق ایران، عشق زادگاهشون در وجودشون شعله ور هست و برای این عشق هرچی که در توان دارن انجام میدن. و همونطور که میدونید پروژه ای رو پرشنی وادس شروع کرده و به استانهای مختلف میره و در مورد اون استان آنچه را که میتونه به صورت تصویری در میاره تا بتونه یه دانشنامه تصویری درست کنه. و ما از استان سیستان شروع کردیم، سیستان و بلوچستان، و تا الان چندین برنامه رو با افراد مختلف گذروندیم. در این برنامه با فردی صحبت میکنیم که محقق و پژوهشگر سیستان هست و همینطور در مورد مردم شناسی و زبان شناسی این بخش است و این حوزه از کشورمون اطلاعات و آگاهی های بسیار دارن و در همین زمینه کتاب هایی رو هم نوشتن، پس ایشون مؤلف هم هستن. همینطور برنامه ساز رادیو و تلویزیون هم بودن و اسم شریفشون جناب محمد جواد محمدی هست که به دلیل علاقمندی بسیار و عشقی که به سیستان دارن و نقطه شروع اقوامی که در سیستان زندگی می کردن، نام خودشون رو در کنار نام اصلیشون سکایی سیستانی هم گذاشتن. به حال به جناب محمد جواد محمدی یا جناب سکایی سیستانی از طرف پرشن وارز و خودم خوش آمد میگم. بسیار خوب، من هم درود عرض میکنم خدمت شما و خیلی خیلی خوشحالم و سپاسگزارم از لطفی که داشتین به منطقه ما سیستان، که البته بخشی از استان سیستان و بلوچستان هست. بله همینطوره. خب جناب سکایی، من با توجه به اینکه احساس کردم شما یه عرق خاصی نسبت به اقوام اولیه این بخش از ایران، این حوزه از ایران دارید، اجازه بدید که من به شما رو به نام سکایی خطاب کنم. جناب سکایی گرامی، شما از خودتون بگید، این که اهل کجا هستید، کجا بزرگ شدید، کجا پوست انداختید و در اونجا چه کار کردید و الان وضعیت کاری شما کجا چی هست و کجا تشریف دارید؟ بله، ما دو نوع معرفی داریم. اگر یه معرفی قبیله‌ای و ایلاتی و سیستانی خودمون رو بکنیم، یک کمی از حوصله برنامه فراخ به اصطلاح گسترده تر. من پسر میرزا بلال محمدی هستم. پدر من کشاورز بود در بخش میانکنگی سیستان، بخشی که مرتب اونجا رو سیلاب میگرفت و در تمامی مدت محصولی نتونست برداره چون سیلاب محصولش رو میبرد. دو سالم که دیگه طبیعت برگشت و خوشگاب شد و ناچار کوچ کردیم به گرگان، یعنی طوری از آب افتاد زمین که آب خوردن هم نبود. من در شهر زابل متولد شدم 1324 با شناسنامه 1325. دیگه اون موقع خیلی به قول معروف همزمان با تولد نمی گرفتن، اهمال میکردن، یکم دیرتر میگرفتن. قبل هر برای آقایون، برای پسرها، برای اینکه میخواستن دیرتر، به دلایل مختلف. بله، به دلایل مختلف، ولی من فکر کنم در مورد من اهمال شده، خیلی هنوز جدی نمی گرفتن بحث شناسنامه. بله، من تا سیکل قدیم رو در زابل درس خوندم و بعد اومدم گرگان و رشته ادبیات برگزیدم. دو سال در گرگان درس خوندم، کلاس 10 و 11 رو.
دوباره برای دیپلم برگشتم به منطقه و در زاهدان دیپلمم گرفتم. بلافاصله در امتحان کنکور دانشگاه مشهد فردوسی فعلی شرکت کردم در رشته جغرافیا و تاریخ و در رشته جغرافیا و ادبیات زبان فارسی. ادبیات بیشتر دوست داشتم و اومدم ادبیات خوندم. پس از اون دوره سربازی را هم در مشهد بودم. دو سال بلا فاصله من معطل شدم، استخدام آموزش پرورش شدم در شیروان و پس از او در امتحانی که صدا و سیما داد شرکت کردم و اومدم تهران. سالی در تهران بودم و دوره مقدماتی دیدیم و بعد در تقسیمی که باید می شدیم به مناطق مختلف من زاهدان برگزیدم. 4 سال در زاهدان بودم. بعد از 4 سال سال 1358 به گرگان اومدم. حدود بین 16 تا 17 سال در گرگان خدمت کردم، رادیو تلویزیون، و سالهای پایان خدمتم دوباره برگشتم به مشهد. چون یه سابقه ای با کار رادیو هم داشتم پیش از اون که تلویزیون اصلا بیاد به ایران، مخصوصا مشهد. مشهد سال 49 تلویزیون اومد. من اون موقع که دانشجو بودم هم بعضی برنامه های رادیو مشهد رو می نوشتم. نتیجتا بازنشست شدم در مشهد. بعد هم اومدم به تهران 4-5 سالی با پروندم و آوردم، پرونده بازنشستگیم آوردم به تهران و الانم تهران در خدمت شما و دیگر دوستان. ولی در تمام این مدت عشق به سیستان و عشق به زابل در وجود شما هست و این از کتاب‌هایی که نوشتید پیداست. این نشون میده که کتاب‌هایی که من دیدم بعد از اینکه سرچ کردم اسم شما رو در گوگل، با کتاب‌های تعدادی کتاب آشنا شدم که تمام اونها در مورد سیستان هست. خب این عشق به زابل، عشق به زادگاهتون چطور در دل شما اینطوری شعله برمونده با وجود اینکه به شهرهای مختلف رفتید، با وجود اینکه سالها در گرگان، در مشهد و الان در تهران زندگی میکنید، اما دلتون رو انگار در سیستان و در زابل جا گذاشتید. این عشق در شما چطور به وجود اومد؟ ببینید، در خانواده های نیمه سنتی نیمه قبیله‌ای، چون ما قبیله کامل هم نبودیم دیگه، ما خدمت شما عرض کنم که در تحولات پس از مشروطه از جمله خانواده من هم متحول شدم. یعنی پدر من هرگز لباس محلی نمی پوشید. اینو به خاطر اینی که فضای فرهنگی رو شما اسکولی درز می کنم. تا جایی که من یادم هست یک روزی پس از صبحانه، هنوز خیلی کوچک بودم، خیلی، و جالبه که حافظه کوچکی من خیلی خیلی زنده مونده در ذهنم، سر سفره بودن و صحبت میکردن پدرم با مادرم، این بحث شد که کاش اینجا رو اسمش عوض نمیکردن، چرا که در سال 1314 یک سری از شهرها و مناطق ایران اسمهای تاریخی خودش برگشتش و اسمهای اصیل ترش، از جمله مرکز سیستان را هم زابل نام نهادن. من خیلی کوچک بودم و نمیدونستم، گفتم که پدر این که زابل که اسم قشنگیه. گفت بله خیلی اسم قشنگیست، ولی سیستان خیلی قشنگتره، بابا بزرگ بشی میفهمی. و اصولا همه این صحبت ها هم درباره سیستان اون زمان، حالا هم همینطوره، با محوریت رستم شروع می شد. بعد اون موقع کتاب کلاس 4 خودش مادرم هنوز داشت یادگاری، داستان رستم و سهراب بود
و عکسی به صورت نقاشی از رستم کشیده بودن که با اسفندیار ببخشید که تیر میانداخت با اسفندیار. یادم هست که من در همون کوچیکی اونقدر کوچک بودم که گفتم یعنی رستم از پدر منم قوی تر بوده. این حرفا دقیقا یادم میاد. خب خورده خورده رسید بینه که در مجالس بزرگترها مثلا تو خونه ها موقع روزه میگرفتن، بعد از روزه که دیگه ختم میشد میچستن چای میخوردن و حرف های غیر مذهبی مطرح میشد و بیشتر این حرف ها راجع به تاریخ سیستان بود در خانواده ما، حالا چه در زمان حماسش و چه راجع به شاهان کیانی سیستان که اینا چی گونه ور افتادن و چجور شد. در بین اینها صحبت از ویژگی های گویش یا زبان یا لهجه ما هم می شد که مثلا این چه ویژگی داره، مثلا دیگرون که میان به عنوان مأمور دولت اینجا اینو چقدر می فهمن چقدر نمی فهمن. مجموعه اینها جرقه های اولیه بود. بعد که دانشکده اومدم، من باید اینجا قبل از هر چیز از سه بزرگوار یاد کنم که دوست دارم نامشون باشه تو برنامه. جناب دکتر احمدعلی رجایی بخارایی، رئیس دانشکده و استاد متون ما، خدا رحمتشون کنه. زنده یاد دکتر غلام حسین یوسفی، خدا رحمتشون کنه. و در تهران زنده یاد استاد ایرج افشار. مخصوصا یک روزی در نشست دو نفره که در دفتر آقای دکتر یوسفی بودیم، من گفتم آقای دکتر این همه از سیستان ما اسم هست و آواز هست و این مسائل، ولی هیچ کاری نمی کنن، پژوهشی دربارش نمیشه. این بزرگوار یه نکته‌ای گفتن، گفتن ببین فلانی شما خودتون باید کار کنید. مثلا من به عنوان استاد شما نمیتونم به دانشجویی که از گناباد یا از تربت یا از نشابور میاد بگم شما برو درباره سیستان کار کن. او هم مجهولات تاریخ او خودشه کار میکنه، فرهنگی خودشه. این حرف ایشون به قول معروف بزرگترین جرقه‌ای بود که به ذهنم خورد درباره پژوهش درباره سیستان. و شاید نخستین یادداشتایی که من برای خودم برداشتم از همون دوره دانشجویی بود در فاصله 44 45 تا 48 49 و به این صورت شد که کارهای من کتبی شد درباره سیستان. در تماس‌های دیگه که با مرحوم دکتر غلام حسین یوسفی داشتیم، موقع ابتدا درباره گویش کار می‌کردم، گفت اینها رو بده چاپ کنن. گفتم که کامل نیست، به من چاپ کنن که کسی موازی کاری نشه، کسی دیگه این کار نکنه. گفتم که استاد من دلم میخواد همه کار کنن، منم کار کنم، اون کاری که بهتره حتما مورد اقبال قرار بگیره. چون من میدونستم که این واژه نامه رو که می‌نویسم در واقع یه واژه نامه نیست که من فرض بفرمایید در مقابل اسب بنویسم که این سیستانی ها با پ میگن اسب. نه، درباره این شاید نزدیک دو صفحه من نوشتم. یعنی چرا ب میشه پ، در گذشته آیا ب بوده یا پ، یا تاریخچه رام کردن اسب به وسیله سکاها، یا همینطوری چگونه از 2500 سال پیش که میگن اسب را سکاها رام کردن تا کنون در سیستان یک رنگ خاصی از اسب مورد علاقه است، رنگ کرم، یعنی قرمز روشن. خب و بعد پرداختم به اسب سکایی که بعد میشه اسب نسا و بعد میشه اسب ترکمن، و بعد پرداختم به این قضیه در همین واژه اسب، از پیوند ترکمنها با سکاها که تنها جزو معدود جایی که اسم سکا هنوز مونده در بین قبایل ترکمنه، چون ترکمن هنوز شاخه اصیل ترکمنه، میگه شاخه سکه،
با سه نقطه شاخه فکه، یعنی سکه رو هم به همون حالت قدیمیش تلفظ میکنه و این مثلا یه واژه اسب و تمام واژه ها رو همینطوری واژه کاوی ریشه یابی کردم تا جایی که براش ریشه پیدا کردم و مأخذ و مدرک. خب پس من متوجه شدم که استادتون جناب یوسفی این انگیزه و این جرقه رو در شما به وجود آورد و سبب شد که چندین کتاب رو در مورد سیستان بنویسید و بنویسید گروهی که چند هزار سال پیش اومدن و در حاشیه رودخانه هیرمند سکنا گزیدن و تمدن سیستان رو به وجود آوردن و سبب تمام شگفتی ها و برجستگی های این منطقه شدن. ما دلمون میخواد از این نقطه تاریخی شروع کنیم و شما برای ما از این نقطه بفرمایید، در واقع از نقطه صفر شروع تمدن در سیستان و بلوچستان. برای بحث سیستان من پس از اون که شما فرمودین فکر کردم که ما چگونه بحث آغاز کنیم و چگونه پیش ببریم. به این نتیجه رسیدم که در یک نگرش کلی سیستان شامل دو بخش میشه، مردم سیستان و سرزمین سیستان. نتیجه تب از بخش مردم سیستان شروع میکنیم که این مردم کیا بودن و چیا بودن، از کجا اومدن. ما کهن‌ترین مستنداتی که درباره مردم سیستان داریم مستندات باستان شناسی است و نه تاریخی، یعنی اون چه که ما از آثار باستانی کهن شهر سوخته در زاول موجود و ماندگک در راندهار به دست آوردیم. یعنی در واقع کاملا مستند هست. بله، قول از قولی به قولی و از کلامی به کلامی دیگر نیست، بلکه کاملا مستند هست با تمام آنچه که میشه بهش استناد کرد و واقعیت تاریخی رو عیناً نشون داد. بله، ببینید درباره شهر سوخته من از زمانی که در زاهدان خدمت میکردم و پروفسور توزی مسئول این کار بود و از ایتالیا اومده بود برای سرکشی و ما رفتیم، حدود 20 نفر که در حضور ایشون باشیم و ببینیم جاهایی ره نظرت ما. و بعدم که پروفسور توزی مرحوم شدن، جناب آقای دکتر سجادی از آذری های عزیزمون در مستقر در کرج هستن، تا کنون زیر نظر ایشون این سایت مدیریت میشه، کاوش میشه و مقالاتی همین بزرگوار نوشتن که من اون مقالاتو دارم در مجله سیستان شناختم که خدمت شما عرض کردم، بخشیشو گذاشتیم و بیشتر مسائلی هم که من خدمت شما اینجا عرض میکنم از افاضات شفاهی این بزرگوار آقای دکتر سجادیه که البته تو مقالاتش هم هست. مثلا من از آقای پروفسور توزی، مرحوم پروفسور توزی پرسیدم که آقا ما صحبتی داریم به نام مومیایی سکاها، شما آیا در اینجا آثار مومیایی هم دیدین؟ چون چیزهایی من شنیده بودم افواهی که از جسدهای مومیایی ها، اون موقع میگفتن تلس، ایشون فرمودن که نه، نباید مومیایی باشه، مومیایی اصلا غیر از مصر جای دیگه نبوده. من دیگه جسارت نکردم بهشون بگم که، گفتم البته، گفتم از مومیایی سکایی هرودوت نام میبره. ایشون فرمودن که در ترجمه فارسی به اشتباه این مومیایی گفتن. من دیگه ادامه ندادم چون 30 آدمم بودن و درستم نبود شخصیت محترمی هم با ایشون جدل کنم، در صورتی که هرودوت حتی تفاوت مومیایی سکاها و مومیایی مصریها را هم میگه که این دو نوع مومیایی این تفاوت ها رو داره.
این آغاز بحثمون باشه برای حفاظت شفاهی با این بزرگواران. هرودوت نسبت به ایران و تاریخ ایران خیلی مهری نداره، اما ملوث در اینجا اون واقعیت رو بیان کرده. بله، حالا هرودوت یک حرف روش خیلی که مهر داره یا حقیقت گفته یا از رو به مهر گفته، اونو ما وارد این بحث نمیشیم. ولی تنها جایی که هرودوت میگه دوست فیلسوف سکایی من هرودوته، چون ما همه از سکاها قوم بربری رو تداعی میکنیم، یعنی اینها رفت آمد داشتن، سکاهای غرد، سکاهای کوبان یا سکاهای سلطنتی، اینا با یونان رفت آمد داشتن، آثار زبان و تمدنش آدم کمسوادی مثل من هم میتونه ببینه. یعنی میگه دوست فیلسوف سکایی من به من چی نگفت. بله، جزء این افاضات این بود که یک روزی باز در شهر سوخته بودیم و آقای دکتر سجادی، من پرسیدم که این مردم چه نژادی بودن. گویا نژاد آمیخته بودن، از جمله فرمودن که آمیختگی با آریاهان داشتن، آریایی هم اینجا بودن. من عرض کردم که چگونه میتونیم تشخیص بدیم که آریایی هم بودن و بومی های فرد بفرمایید دراویدی هم بودن. ایشون فرمودن که چون آثاری که اینجا کشف شده مقدارش از هند اومده، از هند غیر آریایی و مشخصه، و مقداری از این آثار شناسنامه آریایی داره، یعنی مشترک با هویتی در سایت باستانشناسی آنوی در ترکمنستان موجود. این شباهت ها که با آنوی داره دلالت از تبادل های آریایی داره، یعنی اینجا مردمی هم با این ذوق و با این بینش و این هنر بودند. خب ما از شهر سوخته همون چیزها رو میدونم که بیشتر آثارشون هست و از فرهنگشون، از هنرشون داریم، از فرهنگشون چیزی نمیدونیم. بعد از مردم شهر سوخته ما آثار تاریخیمون درباره سیستان برمیگرده به زمان هخامنشیان و پیش از او اندکی به اوستا، که بله اینجا رو 11 منطقه بود که اهورامزدا آفرید، و در کتیبه های هخامنشی هم از اینجا به اسم زرنگ یاد میکنه، همینی که امروز میگیم زرنگ، بالا به تلفظ اون زمان. بیشترین و تا بعد دوره یونانی شروع میشه و اومدن اسکندر. ما از دوره اسکندر هم بیشترک شناسنامه داریم برای سیستان تا زمان هخامنشیان. از زمان هخامنشیان به زحمت یک شهری رو دهنه غلامان پیدا کردن و یک جای رو هم به گمان میگن حفاری بشه برمیگرده به زمان هخامنشیان. از زمان یونانی ها ما نقاشی هایی که در کوه خواجه سیستان داریم اینا سبک هلنیستی داره، یعنی دقیقا نقاشی هایی با فرم و ذوق و هنر یونانی هست که حالا فرض بفرمایید در این کتاب ماتیکان که من گذاشتم این جلدشو اینو مثلا هیروس نام نهادن، یا اینجا بانوی نینواست که پشت کتابم گذاشتم، اینا نقاشی های کوه خواجه است. خیلی هم از اینا کشف کرده جناب هرسفلد و در کتاب خودش هم اینها رو گذرانده که هنوز به فارسی ترجمه نشده. خب میبخشید این نقاشی ها به صورت توی فضای باز هست یا اینکه در غاری چیزی هستش که اینطور مونده و محفوظ نگه داشته شده؟ این نقاشی ها یک قلعه هست در کمرکش کوه خواجه. کوه خواجه در واقع تپه سنگی بزرگی است، ارتفاعش مثلا از سطح دریا حدود 900 متر، از خود سطح زمین 400-450 متر. در اون غار
یعنی اینها همه مال زمان اشکانیان هست، زمان حکومت هندوسیت سیستان. در اونجا بر روی دیوارهای وصلهاش و ساختمانهاش این نقاشی ها به صورت رنگی بوده، نقش رنگی روی اون گچکاری هاش. و این شانس داشتن این نقاشی ها که تا زمان هرتزفلد بمانند و هرتزفلد از اینا عکس بگیره و مقدارشان بگیره و ببره، و حالا دیگه هیچ چیزی نیست جز اینه که در یک ساختمانی، در یک بخشی از ساختمان اون قلعه میبینیم که دیواری رنگ قرمزی روش مانده. اونم از روی کارهایی که هرتزفلد کرده و عکس گرفته میفهمیم که این رنگ ها مال کدوم نقاشی هست. خب اگر اجازه بدین ما از بخش یونانیان بیاییم روی بخش تاریخ مدونتر سیستان که ورود یا سلطه سکاها بر سیستانه، نه ورود، چون هیچ قومی این گونه نبوده که در یک تاریخ معینی مثل تولد یک نوزاد در یک منطقه متولد چه بر رشد بده کنه. نه، اقوام مهاجرت هاشون به دلایلی آرام آرام شروع شده و تکمیل می شده و بعد سلطه می یافتن بر اون منطقه. در قرن اول قبل از میلاد سکاها سلطه می یابند در سیستان، و به این صورت هم سلطه می یابند که یک سری سکاهای موساگت و ساکارولی یا ساکاروکا به انواع مختلف اومده، اینها از شمال خراسان موجود یعنی از ترکمنستان و از شرق دریای خزر اینها میان به سیستان. مقداری هم البته از طریق هند وارد میشن، یعنی از روی پاکستان و اونا انتهای چین میان پایین، اونم یک بخشش بوده. تقریبا از قرقیزستان و ازبکستان کنونی، درسته؟ مثلا بله. باشه، بعد اینجا یک اتفاقی میفته و اون اینه که سکاهای گرگان که معروفن به سکاهای داهه و به همون خاطر به گرگان دهستان میگفتن، نه دهستان، دهستان، یعنی سرزمین سکاهای داهه، دهه. اینا دوباره میان با سکاهای بومی اونها سلطنتی تشکیل میدن و میشن سلاطین سکایی از شاخه داهه گرگانی. من عکس اینها رو برای شما فرستادم حتی. از اینها سکه های کشف شده، همین هرتزفلد کشف کرده، بعد در کتاب پارتیان قدیم مرحوم محمد جواد مشکور اینها رو گذاشته، کتاب پارت ها یا پهلویان قدیم، پادشاهان مثلا گوندوفر ازس و امثال اینها رو گذاشته. این سکه ها یک کمک خوبی به ما میکنه و اون اینه که جامعه سیستانی ما از همون بیش از 2000 سال پیش تا حالا توی این سکه ها هست، یعنی همین شال سر با این علامتی که جلوی سر میارن بالا که ما پته میگیم بهش، و این نوع پیچش شال سر رو در بلوچستان به اسم پیچش سیستانی شنیدم. در خود سیستان میگن پیچش کاکری، که کاکری یکی از قبایل پشتونه در افغانستان. و همین شلوارهای پیچ در پیچ، ضمن اینی که همزمان با این یک نوع پوشش دیگه هم مثل پوشش هندی که لنگی به پا بپیچن، یا مثلا ساری زنان، اون پوشش هم بوده. کسانی که فکر میکنن در یک قوم حتما یک پوشش خاص ببینن مثل لباس مثلا پلیس که یک نواخته، اطلاع خوب و کاملی از تاریخ ندارن. همه اقوام همیشه پوشش های مختلفی داشتن، یکیش غالب بوده. فرض بفرمایید با پوشش بزمشون به رزم نمیرفتن. شما همین سکاها رو در بلخ میبینین با پوشش بزمی، که من میگم بزمی همین پوشش که الان همه مردم اونجا
از سیستانی و بلوچ و پشتون و پاکستانی و اینا و کشمیری میپوشن. اینه من پوشش بزمیش رو میدونم، یعنی پوششی که باش زندگی میکردن، میرفتن بازار میومدن. ولی اون پوششی که همزمان همون موقع از سکاها میده، بغل او پوششی هم میده از سکاها با یه لباس متفاوتی، با اون کلاهای قولک و اینطوری، که این دقیقا پوشش رزمیشون بوده. این توضیح هم من درباره پوشش باید میدادم خدمت شما. مثل که شما احتمالا میخواین سوالی بکنید. من فقط خدمت شما اینو عرض کرده باشم که تا الان ما 35 دقیقه زمان رو گذروندیم و اینقدر این تاریخ سیستان شیرین هست و تاریخ ایجاد در واقع این سرزمین که آدم دلش نمیخواد که قطعش کنه و من دلم میخواد که شما ادامه بدید، ولی فقط خواستم یادآوری کنم که تا هر چقدر که دوست دارید پیش برید تا بعد بتونیم بقیهش رو در یه برنامه دیگه با شما داشته باشیم. من والا راجع به همین بحث میتونم الانم تمومش کنم، با 5 دقیقه دیگه میتونیم 4 تا برنامه دیگه هم بدیم. این شما هستین که حوصله برنامه‌تون رو برآورد میکنین و حالا بعد تقسیم میکنین اینها رو، یا همین الان رد میکنین بخش دومی میگیرین. من در خدمت شما هستم. میفرمایید یک نواخت ادامه بدم، یک نواخت ادامه میدم. میخواید که بخش پوشش رو اگر که دوست دارید تمام بفرمایید و بعد بریم سراغ برنامه های بعدی، چون وقتی که زیاد هم بشه تاریخ برای من بسیار شیرین هست شنیدنش، چون عاشق تاریخم و دنبال این هستم که واقعا ببینم پدران ما چه کردن تا به اینجا رسیدیم ما. ولی خب من جمع رو در نظر میگیرم و نسبت کلی به این جهت فکر میکنم اگر لطف کنید و در مورد پوشش بزمی و رزمی اگر مطلب خاص دیگه هست و یا پوشش کلی در اون منطقه و در اون زمان بفرمایید و تموم کنیم این برنامه رو و برسیم به بخش دوم برنامه. من پوشش رزمی و بزمی چیز تصویری است که من دارم تصاویرش، ولی خب امکانش که اینجا نشون بدیم نیست، که بله این پوشش بزمیشون هست، لباس معمولیشون، و این هم پوشش جنگشون هست. اما تطور و تحول این پوشش در یه عبارت میتونم بگم که چجوری شده که به الان رسیده. الان اونچه که مردم به صورت سنتیشون میپوشن و در قسمت سیستان شده پوشش آرشیوی در واقع، یعنی در مراسم بیشتر میپوشن، و در بلوچستان پوشش همکار و رزم و بزمشون همونه، یعنی اونجا دیگه این پوشش آرشیوی نشده، در افغانستان آرشیوی نشده، در سیستان این پوشش برای بعضی قبایل آرشیوی شده. کسانی که بیشتر به زندگی شهری و کار اداری و تجاری و اینها میپردازن و کسانی که به دامداری میپردازن همشون همون پوشش سکایی رو دارن و بخشی از اونایی که به کشاورزی میپردازن. همین پوشش ما بعدها میبینیم با اومدن ترک ها به منطقه، یعنی غزنویان در شرق سیستان در بست، از نقاشی هایی که ما اونجا پیدا میکنیم این پوشش بزمی دیگه لباس سکایی نیست، یعنی ترک ها پوشش خودشون رو بر غلامان خودشون میپوشندن، یا پوشش احتمالا جهان اسلام اون موقعه. یک تحول دیگه در پوشش در سیستان به وجود میاد و اون پس از تشیع سیستان. شما میدونید که سیستان مرکز تسنن بود، حتی در زمانی که سربداران قیام کرده بودن از سیستان متوعه یا جهادگر می اومدن که در لشکر پادشاه خراسان بجنگن با شیعه‌های سبزوار. اما یک اتفاقی اینجا افتاد و اون اتفاق اینه که ازبک ها کاری کردن با سیستان که مغول هم نکرده بود، با سیستان و خراسان. در این موقع پادشاه سیستان ملک سلطان محمود پسر ملک یحیی است
که ایشون از دست ازبک ها متواری میشه به بخش کوهستانی سیستان، به سرحد میره و بعد به مکران. همزمان با این شاه اسماعیل میاد شاه ازبک شکست میده، ایشون آوازش میشنوه حمله میکنه به سیستان و خواهرزاده شاه ازبک منصور بخشی رو میکشه، سیستان رو به قول قدیمی ها مستخلص میکنه، میگیره و بلافاصله با 500 سوار میاد به پیشواز شاه اسماعیل که در حوالی هرات بوده. اونجا با شاه اسماعیل برخوردی میکنه، پیاده میشه و رکاب این جوان 15 ساله رو میبوسه، آقای ملک سلطان محمود. در ضمن این ملک سلطان محمود خواهرش، مادرش خواهر پادشاه ایرانه، یعنی خواهر آخرین پادشاه گورکانی ابو سعید پادشاه هرات. خب میگه ما هم به ولای حضرت علی در اومدیم به خاطر اتحاد سیاسی علیه ازبک هایی که حالا هم شیعه ها هم سیستانی ها سنیان هم ازبک ها، ولی ماجرایی داره به اونجا اگر فرصت بشه که برسیم میگم. نتیجتا حکومت سیستان و قشر مسلط بر سیستان کلن شیعه میشن و اینجا یه انشقاق بین جامعه سیستانی میفته. اون چی که نیاز به حکومت داره مثل مامورینش، گزمه، راهدار، کلونتر، نمیدونم میر، خود کیانی ها که پادشاهانش بودن، اینا همه شیعه میشن. ولی اون چی که به آب و ملک و حکومت خیلی وابسته نبودن، چادر نشین بودن، میگن خب ما میریم 80 کیلومتر اونورتر و شیعه نمیشیم. یک انشقاق میفته بین مردم. در این انشقاق لباس اینها هم عوض میشه، یعنی درست ملک دیگر کیانی که ملک جلال الدین محمود خان باشه، باز برای آوردن کمک و جنگیدن با ازبک ها که دوباره یورشتون شروع کردن، میاد به اصفهان خدمت شاه عباس. از خدمت شاه عباس که برمیگرده، دقیقا ملک شاه حسین سیستانی مینویسه که شب در زدن قلعه رو باز کردیم، نشناختیم اینها رو. بعد فهمیده این ملک خود ماست که لباساشون عوض کرده بودن، ریشاشون که بلند بوده مثل علی تسنن کوتاه کرده بودن، شالهاشون که خیلی بزرگ، دستار بزرگ سگزیوار بوده، این خلاصه کرده بودن به کسوت درویشی اون زمان، و لباسای شنلشون اینا هم اندازش رو تغییر داده بودن. این هم تاریخش که دوباره از اون موقع لباس بخشی از سیستان یعنی شیعه های سیستان میشه به جای شلوار سیستانی سکایی میشه شلوار لوری، یعنی شلوار گشادی که پاتلون میگفتیم ما بهش تا زمان بچگی من میپوشیدن کشاورزا. و لباس زنها هم به جای اون کوتنه زنانه میشه چی؟ میشه تنبان شلیته، یعنی چیزی مثل لباسی که گلکی ها میپوشن، گلان بانوان ما، فرض بفرمایید مادر من، مادر بزرگ من، اینا از این میپوشیدن دیگه. و هیچ هم متوجه نیستن مگر کسی که تاریخ خونده باشه و فهمیده باشه در تاریخ در فلان تاریخ اینا لباس عوض کردن. این بخش لباس اینجا ما تمام کنیم. سپاسگزارم جناب سکایی سیستانی از تمام توضیحات شیرینی که در مورد ابتدای تاریخ و تاریخچه سیستان برای ما فرمودید. اینکه سیستان از کجا شروع شد، به هر حال این نقطه ابتدای تاریخ سیستان برای همه ما جالب توجه بود. اگه اجازه بدید این بخش رو، بخش اول گفتگویی با شما رو من اینجا تموم کنم و با بینندگان عزیزمون، بالاخص به ویژه بینندگان سیستانمون که بدون شک از پروپا قرص های این برنامه خواهند بود، خداحافظی کنم. همه عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم و از حضور شما در این برنامه تشکر کنم. شاد و اهورایی باشید و زندگی شیرین به کامتون. زنده باشید.